امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. ممنونم که اینقدر سریع کارو قبول کردی. من کاملا آماده‌ام. بلیت لطفا. توفنگتو بردار. خیلی خوب سوار شده. این تازه شروعشه. منو ببخشید خانم، من داشتم دنبال از بیمارستان. اونا درد سرسازن تا بچه جون. فیلم قطار تندرو یک فیلم کمدی اکشن آمریکایی به کارگردانی دیوید لیچ است. دنیای تبهکارای ژاپن توسط مردی به اسم مینگیشی اداره میشد. خیلی زود تبدیل به قابل اعتمادترین مشاور مینگیشی شد. اطرافیان مینگیشی بهش میگفتن که اون قابل اعتماد نیست، جاه طلبه. کم کم کسب و کارشو به خارج از ژاپن هم گسترش داد و قدرتمندتر شد، تا اینکه با روسا هم وارد معامله شد و یه روز یه روسی عوضی از ناکجا آباد پیدا شد. فیلمنامه این فیلم توسط زاک اولکوویچ بر اساس رمانی از کوتارو ایزاکا به رشته تحریر درآمده است. داستان فیلم سینمایی قطار گلوله‌ای درباره یک قاتل حرفه‌ای به نام لیدی باگ است که از زندگی ناامید شده. اما مربی او، ماریا بیتل، برای به دست آوردن کیفی در یک قطار، دوباره لیدی باگ را به مأموریتی خطرناک می‌فرستد. اسم واقعیش چیه؟ واقعاً روسه؟ یا از یه جای دیگه است؟ اون قوی و قوی تر می شد. منصفانه دست به حرکت نمی زنه. و بهش می گفتن مرگ سفید. خیلی زود دست به کار شد. اون از یک گروه مافیایی روسی اخراج شده بود و به اینجا تبعید شده بود. هیچ کس واقعا حقیقت رو نمی دونست. برو به درست! وقتی که لیدی باگ وارد قطار می شود، می فهمد که قاتل‌های دیگری نیز در این قطار حضور دارند. پنج قاتل حرفه‌ای در یک قطار هم دیگر را می یابند و می فهمند که مأموریت هر یک مربوط به مأموریت چهار نفر دیگر است. براد پیت، جوی کینگ، اندرو کوجی، آرون تایلر جانسون و رایان تایری، ماسای اوکا در این فیلم هیجان انگیز بازی کردند. داستان این فیلم به نحوی است که مطمئناً باید سرشار از صحنه‌های اکشن خشن و بدون توقف باشد. اما در نهایت تبدیل به یک فیلم اکشن کمدی شد. جالب است بدونید که اکثر صحنه‌های بدلکاری شخصیت لیدی باگ را براد پیت انجام داده است. اولین واکنش منتقدان نسبت به این فیلم اکشن حاکی از آن است که این فیلم به خوبی بیننده را سرگرم می‌کند و اثری برجسته در حوزه آثار اکشن کمدی به شمار می‌رود. مجله هالیوود درباره این فیلم نوشته است: داستان فیلم می‌توانست سرعت بیشتری داشته باشد، اما در کل این فیلم اثری سرگرم کننده است که حضورهای کوتاه افراد مختلف در آن جذابیتش را دوچندان کرده است. این فیلم همانند ترکیب فیلم جان ویک، قاپزنی و آثار جکی چان است. قطار تندرو و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. آخرین شانس شما برای دیدن این عجوبه فوق‌العاده. در هر حال باید ازتون بخوام به خاطر داشته باشین که این نمایش صرفاً در جهت علم و آموزش خدمتتون ارائه میشه. ها، حالا این موجود از کجا اومده؟ آیا حیوانه یا انسانه؟ بریم داخل، بریم داخل تا ببینیم. این موجود به دست برجسته ترین دانشمندان اروپایی و آمریکایی مورد آزمایش قرار گرفته و اعلام کردن که انسانه، بدون تردید انسانه. حاضری؟ ساندویچ رو برداشتی؟
میتونه چند هفته بدون آب و غذا سر کنه و فقط از هوای خالی استفاده کنه. یه نگاه به خودت بنداز گناهکار. برو تو، اگه دیدیش بفرستش از اون طرف بیاد بیرون، من اون طرف منتظرم. من این کاری نیستم. آره میتونی برای خودم کار کنی، هر وقتم بیکار بودی پیت میتونه حقه چیزی یادت بده. بوز بحر رو تحمل کنم، این ولتاژ از بدنم عبور میکنه. بهتون هشدار میدم نزدیک نیاین. جلو پات پله است. حاضری؟ ماری تا آدم ها رو فریب نمیدی، خودشون فریب میده. اسمتون چیه؟ ستون کاروان. شما واقعا احضار کننده این؟ بله هستم. تا جایی که ممکنه مختصر. آقای کارلایل دکتر در مورد لطفا دراز بکش. چند سوال ساده، لطفاً با جملات کوتاه پاسخ بدین. چیزایی بگین که باور دارین حقیقت محض. حقیقت محض. شما میتونین ذهن خوانی کنین؟ بله میتونم، البته در شرایط مناسب. لطفاً کوتاه پاسخ بدین. وقتش یه نتیجه داشته باشه. گفتی بهتره دنیا رو به هم ببخشی. من چی میخوام؟ که بشناسنتون مثل بقیه. شما با ماورا ارتباط دارین. تو آدم رو فریب نمیدی، خودشون فریب میدن. من اون همه بهت پول دادم. اگه اوقات آدم های آنچنانی رو تلخ کنی دنیا دراشو با سرعت بروت میبنده. لان شالاتان های زیادی بازیمون دادن، باید حسابشون رو برسیم. کوچه کابوس.